پیش از اینکه مسابقه برگزار شد و شما یک پیش بینی داشتین از این مسابقه و گفته بودین که در راوند اول اسماعیل حیدری نکات خواهد شد. چطور شد که او رقم یک پیش بینی کردین؟ فروتن عزیز، اول سلام، بازم ما بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنم به نام خداوند. هر چیز خداوند خودش بهتر میفهمه. آینده را و پیش بینی هایی که ما اگرچه که پیش بینی میکنیم، این اصلا 100% نیست، این تخمین زده میشه، ولی ما از روی تجارب، از روی فن، از روی امو تجربه فنی و مسلکی که داریم بعضی پیش بینی ها را میکنیم، اما در عموم کل چیز در دست خداوند است. میمونم موضوع پیش بینی و مسابقه، ما خدا شاید است که شاید یک 30 ثانیه وری فایت و بچره یک فایت شاید 30 ثانیه وری دیدم تیرام کردم، ولی از اونم قدر فایت از او ما تمام همی برنامه را برآورد کردم. ایرس ما سنجش میکنیم هر دو فایتر در مقابل هم دیگر استراتژی شانه. بعد از او شاید در افغانستان یگانه کس ما بوده باشم که من میفهمیدم، احساس میکردم که مسابقه در راوند اول ختم میشه و با هر کسی که مصاحبه کردن، جالبی است که با کسایی که اینا میارن مصاحبه میکنن، مثلا آقای ذبیح الله شهزاد، واقعا من خیلی احترامش دارم، خیلی آدم فهمیده است، آدم رسیده است، خصوصا در بخش ورزش و تخصصی میفهمه، در بخش کارشناسی و برنامه های ورزشی. ولی با بعضی کسای دیگه هم که صحبت اینا میکنن، یا هر وقتی که ما دیدیم تلویزیون های مشخصی که مثلا برنامه را پخش میکنن، با کسایی را میارن باعث کارشناس که اونا فقط از روی امو دید خود یا از روی امو مسابقات فقط دیدن برآورد میکنن، ولی باید است به نظر من همیشه با کسایی که صحبت میکنن برنامه را میخواین که تخصصی صحبت کنن، باید است واقعا کسی که در این مسلک باشه، بفهمه، گذشته خوب، تجارب خوب داشته باشه. دیگه شاید یگانه کسی بوده باشم که ترک پیش بینی کرده بودم و پیش بینی مام دقیق برام. من یک مسابقه را پیش بینی کرده بودم، ولی دو مسابقه در یک شب برگزار شد. البته فایت اول وقتی که واگذار کرد اینا اعتراض داشتن، ولی معلوم بود وقتی که یک داور میتونه زمان مسابقه را استاپ کنه، که حتی یک فایتر شرط نیست، اینا میفتن باید 3 تپ بزنن، نه، 1 تپ احتمال داره بعضی وقت یک فایتر زدن اتانه، بعضی وقتا هیچ نمیتونه بجنبانه خود، شور بخوره از جای خود، صدای خود بکشه، ولی یک چیغ میزنه و عجل کده ایتون میکنه، او به او خاطر داور میفهمه که سر از این فشار هسته. یعنی عجل... به نظر شما همو بار اول که تپ اوت کرد درست بود تصمیم داور؟ بله، او چیغ میزنه، چیغ میزنه، عجل کده میزنه از ور خطویی. بعد از اینکه بچه پای شیلان میته، بازی پس راحت میشه، پای بازی میگه که نه، من تسلیم نیستم. در او زمان است که دیگه تصمیم گرفته شده و داورا، ججا، ریفری هایی که در اوجا وجود داره، سرکم مسابقات تصمیم نهایی کردن. رئیس سازمان داخل شد، گفته که مسابقه به نفع حریفش ختم میشه، اگر حریف باز هم علاقه داشته باشه من ریمچ برگزار میکنم. در 5 دقیقه دوباره ریمچ برگزار کردن که نتیجه دوم هم به نفعش نشد و مسابقه دوم هم باخت. و ما نباید است که همیشه وقتی که سر خود اعتماد به نفس، تنها اعتماد به نفس نشد، اعتماد داشته باش که میبری به مسابقه را. این هم میشه که تو بیا چانسی شاید یک مشتمه بخوره، در پشت چانس ما باید است نگردیم. این حرف بود که پیش از اینکه مسابقه شما برگزار شود شما پیش بینی کرده بودین؟ بله بله بله. بعد از اینکه مسابقه را شما دیدین، به نظر شما آیا فایتی که اسماعیل حیدری مقابل اوندار داشت قابل قبول بود؟ فروتن عزیز، اگر ما حقیقت همیشه بگوییم، البته اگر وقت باشه ما میخوایم کمی صحبت کنم، اگر حقیقت بگوییم و سطح آگاهی مردم، کسایی که بالاست بالاست، کسایی که نیست باید از مردم خدا آگاه بسازیم. ما در نخست اول یک گپی دارم که متوجه مردم ما، ورزشکارا، قهرمانای عزیز ما میشن. ما از مردم نازنین خود، دوستای عزیز، باید از ما پشت یک گپ همیشه هیچ وقت نگردیم، خصوصا مثلا پشت کلمات احساساتی مانند مسابقه برد و باخت داره. یک جمله خیلی مناسب نیست، به خاطر از اینکه ما با گفتن از این گپ سهل انگاری میکنیم و هر زمانی که باختیم پشتش نمیگردیم. ما باید از به اشتباهات خود پی ببریم، در کجای کار مشکلات داشت، چی اشتباه کردم، در کدام برنامه ما کجای کار میلنگید، در چی مورد برنامه نداشتم یا برنامه ما اشتباه بود، ما باید چی استراتژی را انتخاب میکردم و باید بکنم. ما مثلا ما باید به مردم خود پاسخگو باشیم، ما باید سنجیده عمل کنیم، نباید صحبت های کنیم، گپای بزنیم و عملای انجام بدیم که بالاخره پشیمان شویم. و به نظر ما عظمی کلمات احساساتی و از این جملات احساساتی که ما باخت هست، مسابقه برد و باخت داره، باید بگذاریم. ما باید
تلاش برد کنیم. ما باید رای را پیدا کنیم که برد داشته باشیم. دیگه میماند در مورد سوال شما که گفتین فروتن صاحب میشه بازم تکرار کنیم سوال مسابقه که حیدری صاحب داشت با اون دارا قابل قبول شما بود؟ اینال میماند آیا شما به نظر شما تفاوت دفاعیت اسماعیل حیدری داشت؟ قضاوت مردم میکنن شما نظر به گذشته کدام تفاوت داشت؟ آلی لالا جان اسماعیل نساید شاید صدای مرا بشنوه من میگم لالا آلی خب مرا در یک زمان چلنج داده بود شما خبر دارین ولی شما بفهمین زمانی که فایت مسابقات سطح مسابقات بالا میشه سازمان ها بالا میشه وقتی تو در 500 نفر 1000 نفر بیننده داخل رینگ میشی با او که 5000 نفر میشه تفاوت میکنه ولی ما که در 30000 نفر 40000 نفر بیننده داشتیم داخل شدیم در اون مسابقات خیلی متفاوت است ما با تاثیر درک کنیم نه شما وقتی که میرین یک کمپ تمرینی دو سه ماهه می داشته باشین آمادگی برای اون مسابقه مشخص به خاطر یک مسابقه میرین آمادگی میگیرین چی تفاوتی در این آمادگی شما دیدین چی برتری دیدن آیا قابل قبول مرا چی میکنین آیا مردم قابل قبولشان بود ما باید از به با مردم خود جوابگو باشیم چرا ما وقتی که به نام بیرق و به نام افغانستان مسابقه میکنیم بیرق خود میبریم آیا مسابقه ای را که کردیم واقعا برای خود ما قابل قبول بوده بگذار مردم اگر مردم حرفای شما را جسوس بشنوند بدون شک به یاد همو چلنج میفتن شاید فکر کنند که شما عقده ای قضاوت میکنید گفتنشون به او به او در خدا شاید صادقانه و منصفانه میشه ما عمل میکنیم ما را وقتی که شما به حیث یک کارشناس یک کسی که تخصصی باید از ورزش میفهمد دعوت میکنین ما باید از حقایق بگویم اگر از حقایق چشم پوشام کنیم کار خوب نیست اگر دروغ بگویم اگر به هر صورتش مردم میدونه مردم در هر حالتش قضاوت میکنه بسیاری از دوستای ما هست که اگر گپ خوبم بزنی قضاوت میکنن اگر گپ بدم بزنی قضاوت میکنن چی منفی چی مثبت مردم افغانستان هست ولی ما باید از ما چی داخل رنگ مبارزه میکنیم چی بیرون رنگ ما باید به خاطر حقایق همیشه مبارزه کنیم بسیار خوب جسوس صاحب خودت و اسماعیل حیدری هر دو فکر کنم در یک وزن هستین درست بله اگر خودت به جای اسماعیل حیدری می بودی میتونستی کندار را شکست بدی ظرفیت اون داره چگونه میگی؟ فروتن عزیز ما شما ای گپ مرا میشه که دوستای ما هموطنان ما همین برنامه است شیر کنین به گوش همی کسایی که ما واقعا همیشه واقعا این واقعا خسته شدیم خب به هر حال شما حرفایی که بود را گفتین و حالا میشه درباره مسئولیت خود بگین جناب دکتر صاحب که چطور است مسئولیتتان تازه به تمریناتتان شروع کردین فروتن عزیز ما حدودا دو نیم ما مکمل از تمریناتیم دور بودم یکی دو موضوع بود یکی هدف نیست هدف نباشه انگیزه پیدا نبشه دو موضوع چی بود مصدومیتیم بود وقتی که دیدم که برنامه ندارم برای ما کس برنامه نمی سازه و اگر حال شرط نیست که ما ایره خدا شاید است حال شرط نیست که ما به هر کس بریم سجده و رکوع کنیم غیر از سجده و رکوع غیر به پروردگار به دیگه کس نمیزه ما هیچ وقتی نمیخوایم سر ما به کس خم کنیم ولی شما باید از همین کسایی که این برنامه را میسازن شما حق به حقدار بتین تا چی وقت حق تلفی اگر این همی ها برای ما برنامه میساختن آقای نوروزعلی حسنی بر ما گفت که در گذشته وقتی ویزا داشتم روسیه را یک سال ویزا بر ما روان کرده بودن که ما رفتم گرفتم چرا ما گفتم مسابقه بریم جور نمیشه نه چند بار صدوی دی ای کس گفتم نشد مسابقه یعنی کنسل شده رایسته اگر عریف وقتی که ما مسابقه را قبول میکنم بعضی وقتا یک دو عریف برای ما پیدا شد وقتی که عریف از ما برنامه ما دید قبول نکرد عریف خب بر صورت گفتم نمیشه گفت ما اینا دایگل دوستای ما رفقای ما ما بر جور میکنم چرا وقت مرا نگفتی گفتم خب جور اصلا نیست ولی چند بار که برش پام کنم گفت چه قشلاستی مرا گفت باز بعد از او گفته که چی شد نشد مسابقه من نمیفهم چی موضوع بود ولی نتونستن ساخته یه نه خدا شاید است مردم میره بات است وقتی که مردم قضاوت میکنن گپای حق و ناحق درباره ما میزنن ولی ما یک نفری را من نمیگم چلنج دادن کار اشتباه است خصوصا در ام ام ای ولی ما بات است وقتی که یک کسی را چلنج میتیم بات است بسات یزو باشیم در یک سازمانی که او هست بات ما در او سازمان قرارداد داشته باشیم من نمیتونم حال ما در سازمان یو اف سی نباشم حبیب و کانر یا به مسابقه دعوت کنم اگر اونا هیچ قبولی شده جاش بان اگر خبرم شون لبخند خود خود زدن میفهمن که چون کار ما اشتباه است من نمیتونم ما در اون سازمان هیچ قرارداد ندارم هیچ فایت در اونجا برنده نشدیم ما به خزمی ها چلنج میتونم باور وقت سر ما لبخند بزنم مردم باید از بگه که یا عزیز از قیسی جسور ترسید یا از خودت چلنج بتی بترسن هر کس نمیشه که از کوچه و نیم پس کوچه بخیزه و هر کس دلش چلنج جسوس صاحب خیلی کوتاه اگر بر ما بگین همراه جناب درمر لاهو صحبت کردین به خاطر اینکه براتون مسابقه تنظیم کنه
خو هر کس ما قبلا هم گفتم ما با هر کدام از با هیچ کدام از یا مشکل ندارم، ما هیچ مشکل شخصی ندارم، ولی یک خمخمک و چمچمک و اینمی چیزا را یاد ندارم. اما یک موضوع است که اینا ما میگم واقعا وجدان اگر داشته باشه به خاطر اینمی بیرق ملی و اینمی کشور اگر یا واقعا میخوان که به نام مردم خود میبرن، دوستا و اشخاص میبرن به خاطر مسابقات و به خاطر وطن، اگر هست شما واقعا کسایی رو ببرن که استعدادشان به اونجا باشه، شما کسایی رشد بدین، همه گیر رشد بدین، ولی کسایی که استعداد داره در جای بالا که میبینین اینا میو هیچ وقت آل شرط نیست که من خودم هر روز پیش از یا بر از یا پیام بتم گفتم هر روز بر از اینا باید از احترام کنیم سر خود خم کرده بریم، خود از یا باید از بفهمن یا خود از یا باید از برای ما برنامه جور کنن، هر کسی که بفهمن. من میگم با اینمی حریفایی که اینا بازنده شدن یا حریفایی نیستن که ما سر از زیاد حساب کنیم، خدا شاهد است که یه حریفی نیست، تو با سخن کبر پروردگار نشن مانه برای ما مسابقه جور کنین انشاءالله به توکل پروردگار که نمی تو پیش بینی کردم که مسابقه در راوند اول ختم میشه، عالم میگم در راوند اول انشاءالله ما برنده مسابقه هم در مقابل از یاری فام میشم. تشکر بسیار زیاد جسور صاحب عزیز که تشریف آوردین، یک جهان سپاس. سلامت باشین، یک جهان سپاس از اینکه شما ما را دعوت کردین.